این برنامه شامل تصاویری است که برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. یکی از بدترین فجایع تاریخ بشر بدون شک وقوع جنگ جهانی دوم بود. 50 میلیون کشته و چندین برابر انسان آواره شدند تا بشر شنیترین چهره خودش رو نشون بده. این واقعه به حدی تاثیرگذار بود که تمام اتفاقات فرهنگی و هنری جهان از ادبیات گرفته تا سینما سالیان سال و دهه ها مستقیم و غیر مستقیم برگرفته از جنگی بودند که دنیا رو تا مرز نابودی پیش برد. بیشتر این آثار به خصوص در سینما و تلویزیون با تکیه بر داستان‌های حماسی و رشادت‌های سربازان جنگ ساخته می‌شد. دنیای گیم هم از این قاعده مستثنا نبود. کال آف دیوتی، مدال آف آنر و بسیاری از آثار گرافیکی با الهام از نبردهای این دوره ساخته می‌شد و تجربه هر کدوم لذت مجزایی داشت. اما مگه تا کی میشد درباره جنگی خانمانسوز داستانی حماسی با جوانب مثبتش ساخته؟ دیگه چقدر میشد به ساحل نورماندی رفته؟ بالاخره در نسل هفتم کم کم ورق برگشت و سازندگان بازی‌های شوتر جنگی متوجه شدن که بازار جنگ جهانی دوم خریداری نداره. بنابراین آثاری مثل نسخه چهارم کال آف دیوتی تبدیل به حکایت جنگ‌های مدرن شدند. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Form a set! The coup is already carried! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? اما در سال 2008 گیرباکس و یوبیسافت شهامت به خرج دادن و نسخه دیگری از عنوان برادرز این آرمز رو با نام هیلز هایوی و باز هم با روایت جنگ جهانی معرفی کردند. جالب این که شاهراه جهنم برخلاف پیشبینی ها نه فقط یک بازی سرگرم کننده که تبدیل به اثری ماندگار و قابل تعامل در دنیای بازی های کامپیوتری شد. بنابراین در قسمت 99 برنامه گیم کده قرار به این بازی قدیمی اما طلایی بپردازیم. She says you are much too noisy. یکی از رویدادهای مهم تاریخ جنگ جهانی دوم عملیاتی بود موسوم به مارکت گاردن، متشکل از لشکر 101 نیروی هوایی آمریکا که به مارکت شهرت داشتند و بخشی از نیروهای زمینی انگلیس به نام گاردن. عملیاتی که قرار بود نیروهای آلمانی رو فلج کنه و جنگ رو به پایان ببره. در این عملیات مارکت گاردن برنامه داشتند تا نیروهای متفقین رو از طریق خاک هلند و بلژیک وارد آلمان کنند و با ضرباتی مهلک بر پیکره اقتصادی آلمان نازی هیتلر رو شکست بدند. عملیاتی که با کشته‌ها و زخمی‌های بیشمار از هر دو جبهه به شکستی بزرگ برای نیروهای متفقین تبدیل شد. سربازانی که در این جنگ زنده موندن و در پایان به خونه برگشتند از طرف مردم بی عرضه و شکست خورده لقب گرفتند. اما آیا واقعیت همینه؟ Zanovich took Cortland and Frankie out on patrol around the perimeter.
Hope to God those kraut wankers leave us alone for tonight. You certainly have a specific way of talking, I'll give you that. Brothers in Arms در نسخه هیلز هایوی دقیقاً روایتی عکس این موضوعه. نگاهی متفاوت و ضد جنگ به مقوله جنگ. دلیل اصلی موفقیت بازی در دوره‌ای که کسی جرأت ساخت بازی‌های جنگ جهانی دوم رو نداشت. داستان بازی به طرزی روایت میشه که بیش از رشادت‌های میهن پرستانه به از خودگذشتگی‌ها در راه نجات جان همرزمان اختصاص داره. یکی دیگر از نقاط قوت این عنوان علاوه بر روایت داستان‌های درام و متفاوت از جنگ، شخصیت پردازی‌های بی‌نظیر اونه. در این بازی هم باز متیو بیکر کاراکتر اصلیه، اما این بار او رو در کالبدی می‌بینیم که حاضر به خاطر همرزمش، فقط و فقط همرزمش، جون خودش رو فدا کنه و خودش رو مقابل گلوله دشمن قرار بده. کاراکترهای دیگر بازی هم به همین شکلند. همه اونها شخصیت‌های خیالی در داستانی واقعی هستند. سربازهایی خسته از جنگ و خونریزی با روانی نابود شده و افسرده و پیشینه‌ای که این بار ما ازشون مطلع میشیم. نه سربازانی ترسو و نه شکست خورده و بی عرضه. دیالوگ‌ها هم همگی در همین راستا هستند و گیرباکس به عمیق‌ترین شکل ممکن ما رو درگیر شخصیت تک تک کاراکترها میکنه. این همزادپنداری حسی شبیه به تماشای فیلم نجات سرباز رایان رو میداد که شاید برای اولین بار چهره واقعی جنگ رو نشون میداد و خیلی همون رو از جنگ احتمالی در آینده میترسوند. مت بیکر هم در این بازی نقشی شبیه به تام هنگس در نجات سرباز رایان داره. خسته، از درون فرو پاشیده، اما مسئولیت پذیر و دلسوز. از لحاظ گرافیک فقط کسایی متوجه کیفیت بالای هیلز هایوی میشن که گیمرهای قدیمی هستن و میدونن که این بازی از نظر جلوه‌های بصری چقدر با کیفیت تر از زمان ارزش یعنی سال 2008 بود. گیمپلی بازی بی‌نظیر بود و دستورات ساده اما کاربردی بازی از طرف شما میتونست جون خودتون و همراهانتون رو نجات بده و یا شما رو به کام مرگ بکشه. کنترل بازی به سادگی و با آموزش کوتاه در حین صحنه جنگ ابتدای بازی دستتون میمد و آیتم های جذابی هم برای اختفا و شلیک از پشت موانع داشتین. چیزی شبیه به سری گیرز. همچنین استفاده از صدای صداپیشگان مطرح دیالوگ های تأثیر گذار بازی رو تأثیر گذارتر میکرد. به طور کلی میشه گفت که این عنوان چیزی کم نداشت. قدم گذاشتن در مسیری که برخلاف جهت شوترهای نظامی زمان خودش بود، هیلز هایوی رو به اثری جاودان و خلاق در دنیای گیم تبدیل کرد. بازی که هنوزم تجربه کردنش حال و هوای بسیار خوبی داره، حتی در دنیای پرزرق و برق گرافیک‌های آنچنانی نسل‌های هشتم و نهم. ساخت روایتی ضد جنگ از جنگ در حالی که نباید اکشن بازی هم گرفته میشد کار ساده ای نبود که گیرباکس به طرز خارق‌العاده ای از پسش بر اومد و یوبیسافت رو هم به عنوان ناشر سربلند کرد. به طور کلی تعریف ما از این بازی میتونه این جمله باشه: شاهکار بیمثال جنگ جهانی دوم در دنیای گیم. با این نتیجه گیری به پایان این قسمت میرسیم. امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. در انتهای 99مین قسمت گیم کده ازتون میخوام که بخشی از گیم پلی ابتدایی بازی رو تماشا کنید. فراموش نکنید که این بازی 13 سال پیش عرضه شده و گرافیکش در زمان خودش فوق‌العاده بوده. در حال حاضر بهتر که روی داستانش تعامل کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد. ممنونم که با من همراه بودید. تا دو روز دیگه و قسمت 100م برنامه گیم کده وقتتون بخیر و بدرود. Previously in Brothers in Arms. Before he died, my dad told me every soldier has two families. Those you raise, and those you raise hell with. I never asked to be squad leader. Baker! Stand in the door! But I had no choice. I can't remember the last time my dreams weren't about everything that happened in Normandy. When it was good. So you're saying I couldn't hawk this in England? Alan,
It says to Matthew on the side. So? There's probably loads of Matthews in England. Matthews who want a gaudy silver pistol. Let me see it. Holy hell, this gun weighs a ton. You could put a hole in Superman with this. Nothing could put a hole in Superman. That thing could. Dreams I can't forget. Baker! I'm so sorry. Leggett, what happened? The truth tore him apart. You want me? But he kept it to the end of the mission. Take me! To the end of his life. There were heroes born. We wait for the smoke to build. If it screams, shoot it. If it screams in German, shoot it again. There were things that happened after our victory in Normandy. There were things that happened way before. Mom said I can't keep this. Sorry, Dad. So much had happened. Keep up the fire, and we don't die here! So much had happened. You think you'll get all the credit again? Definitely. Anybody get hit on the line? What do you know about Leggett? Yes. No. No one got hit. Damn miracle. So much had happened, and we were just getting started. Has anyone seen him? I can't see a damn thing in the smoke. My eyes are burning. Keep looking. Sorry, Sarge. Don't be sorry. You did good. Did she get out okay? Yeah. Yeah, she's fine. Liar. He's gone. Matt, he's gone. We have to go. Look at me. Let's move, Matt. Follow me. Just go under it. We gotta move.
There's more Krauts! Get down! I can't see a damn thing. Can you take a look and see what's going on? Shoot him, Matt! Shoot him now! There go the lights. The whole city. God, Matt, all those people. I can't get a shot! Keep firing! On that position! I think that was the last of them! Dropped one! What is it that makes a great soldier? Is it his brain or his heart? My dad asked me that question at the age of 7 when I was at the breakfast table. I remember it vividly because he never told me the goddamn answer. He was the smartest man I ever knew, but I always felt like a bastard when I was around him.
kept telling me how I didn't look 18. You don't. I know, yeah. Hey, you think you could talk to Corian for me? Sam, what for? He seems to have it in for me. I'll see what I can do, Frank. Don't worry about it. You paint that yourself, Beans? Don't call me Beans. So you're saying you don't know bollocks about the pistol? Nothing to tell, Doss. Just a bunch of crap the guys made up. Would you hold it? People died there, man. Don't go digging where there's already holes. You didn't answer my question, Cortland. Hey, Corian. Are we still in the range at 1300? Yeah, I'll talk to you in a minute, Jack. He's too young. It's a bit of a gray area, Sam. But he's a standout if I've ever seen one. Excellent shot. The kid hit a quarter at 50 yards. A quarter. But he has no combat experience at all. Everybody got replacements. But we got a good one. Okay, I'll vouch for Frankie personally. I hope you're right. I need you to find some paint, Jess. Sure. I'll steal some paint for you, Sergeant. Requisition. Private. What are we painting? We're the tip of the spear, Jazz. We need to look sharp when we go in. Wilco! Why would you say that? He's right there. Step back, Mussolini. Ain't nobody talking to you. I swear to God, Paddock, I've had it with that shit! What the hell is going on in here? Paddock said some stuff that made him sound like a real dick. I see one goddamn bruise on any of you. It'll be KP and latrines for a week. I know this is getting frustrating. I know we all want to jump to it. Just know it ain't that simple. Maybe it should be. Maybe you should bring that up with General Montgomery. Got it, Ben? Plan's the same, guys. We punch through the German line, punch straight into Berlin, punch Hitler in the face, win the war, and be home by Christmas. Hey, Paddock. What you want, small fry? Here's the thought. If you're gonna cheat, make sure you don't use two Queen of Spades. Oh, you son of a bitch, Paddock. Hey, Jazz! Yeah, Red! You get that paint I asked for? We'll go! Is Max still trailing around with Cole? Well, he made a first sergeant. Anyone else a little weirded out?